Thank <music> you. سلام دوستای خوبم به کانال فرسس یا و سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2022 خب روی اپ میریم قسمت ترینینگ الف فراگن و تمن گفتیم بخش دوم هستیم سوزاشتو کلاس ب قسمت سومش فکیه سایشن از زیر مجموعه این قسمت قسمت گفار سایشن که 6 تا سوال داره و قسمت بعدیش فورش قیف سایشن که 8 تا سوال داره تو این ویدیو این دو قسمت یا 14 تا سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم خب قسمت گفار سایشن ویلن یوبن سوال اول دیزم فکیه سایشن میگه وی فارتن زیزیش چجوری رفتار میکنید

توی به اصطلاح اتوبان هستید گفتیم وقتی اگر ترافیک بشه و مسیر به اصطلاح مسدود بشه شما باید بلا فاصله فلاشراتون رو روشن کنید که ماشینه های سری متوجه بشن آ اینجا ترافیک شده و اونها هم به سرعتشون رو کم بکنه و ترمز هم خوب بعد بکنیم دیگه مسلم گزینه ها درست گزینه ب میگه بایشتا اوف دن وکسن اون دورت میگه وقتی که ترافیکه اوف دن استرایفن بگیریم به اون لاین کناری اون دورت وای فقط و اونجا ادامه مسیر بدیم خب این به اصطلاح من یاد ایران میندازه دیگه وقتی ترافیک میشه تو اتوبان تهران کرج همه میگرفتن تو این لاین خاکیو به اصطلاح اصلا یه بلوایی میشد دیگه خب همچین چیزی امکان پذیر نیستش این داره به اصطلاح این برای ایران ستم میکنه اینجا داره اشتباه میگه گزینه سه میگه Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern. میگه Aufmerksamkeit erhöhen. یعنی چی؟ یعنی nicht رو بالا ببرید vorsorglich, قبل از مورد مقرر یعنی مثلا پیش بکنید آپشنال فلش این فاصله رو با ماشین جلویی بیشتر بکنید خب هم داره درست میگه دیگه گفتیم هر که جانب احتیاط رو و بیشتر رعایت میکنه اون درسته دیگه اینجا جانب احتیاط میگه بیشتر که همونجا گفتیم آسه درسته امتیاز سوال چهار امتیازی وایت سوال دو وی موسن زیزیش باید دیزم فکر سایشن فهالت میگه وی موسن زیزیش فهالت باید اینجا رفتار بکنیم باید دیزم فکر سایشن با این تابلوی راهنمایی رانندگی خب گفتیم که این چیه این مسلس که دورش قرمز رنگی گفتیم علامت احتیاط یا خطر حالا توش نوشته توش نوشته که یه پیچ 90 درجه به سمت چپه خب پیچ 90 درجه پیچ تون دیگه درسته پس این پیچ تند 90 درجه میگه اینجا یه پیچ تند 90 درجه از احتیاط کنید خب خب گزینه ا میگه مگلیس وایت ریس فاره میگه تا اونجا که ممکنه بگیریم از سمت راست خیابون به از سمت راست خیابون بپیچیم خب این داره درست میگه دیگه به خاطر اون به اصطلاح گفتیم فلیک کرافت یا اون قدرت پرتاب اون پیچ هر چقدر بگیرید سمت راست انحرافتون کمتره به سمت به سلا چپ جاده درسته خب این بهترین حالتیه که شما بگیرید قشنگ از بالای پیچه از به اصطلاح راست راست بپیچید به سمت چپ خب گزینه ب میگه فورد کورو لینکس بلینکن میگه فورد کوو قبل از این پیچه لینکس بلینکن سمت چپ راهنما نه دیگه ببینید اون تابلوش فرق داشت اینجا نیازی به راهنما زدن نداره خب گزینه سه میگه گشویندیکای فورد کوربه فمینده میگه گشویندیکای سرعت اونو فورد کوربه یعنی قبل از پیچه فمینده کم بکن اینم داره درست میگه دی. پیچ خطرناکه پیچ 90 درجه و سرعت کم بکنیم بتونیم راحت بپیچیم آف لوزون همونجا گفتیم آو سه درست امتیاز سوال سه امتیازی وایتا سوال سه وی فاعت این زیزیش این بقایش دیزا گفاش درکه میگه وی فاعت این زیزیش چجوری رفتار میکنی این بقایش در این محدوده دیزا گفاش درکه در این مسیری که به اصل خطرناکه خب ببینید این تابلو بالایی این ترکیب دو تا تابلو دیگه قبلا داشتیم تابلو بالایی مثلثی که درش قرمز گفتیم علامت خطر یا احتیاطه درسته توش چیه توش غی کشته یعنی چی آهو یعنی چی یعنی اینجا خطر خطر اینکه آهو بیاد توی جاده هستش بس باید احتیاط بکنید این از تابلو بالایی تابلو پایینی میگه که چی میگه تا سه کیلومتر یعنی چی یعنی از زمانی که تابلو رو میبینید گفتیم اون دوتا فلش ها به معنای در امتداده یعنی چی؟ یعنی تا سه کیلومتر از زمانی که تابلو رو میبینید این خطر وجود داره که آهو توی جاده باشه خب نکته تلاش گفتیم اون دو تا فلش ها در امتداده خاطرتون هست؟ خب گذینه ها میگه نیشت فور وید آوز فکر که میگه نیشت فور وید آسفاشن. یعنی قبل از به اون حیوان وحشی منحرف نشید یعنی چی یعنی یه حیوان وحشی توی جاده از قبل از اون چپ و راست نگیرید ون وقتی که دگیگ فکر کنم ماشینای از روبرو میان گفرد دورده براشون خطرساز تونست باشه یعنی چی یعنی اگه یه ماشین در روبرو میان، یه حیوانی هم تو مسیر شماست جلوی حیوانه چپ و راست نگیرید چون باعث خطر, باعث خطر برای اون ماشین به اصطلاح روبرو میشه باعث خطر خطا بر اونم میشید که داره درست میگه گزینه ها درست گزینه ب میگه لنگز ما فاقن اوید اخته میگه آروم برونید و به حیوانات وحشی توجه بکنید هم داره درست میگه دیگه باید تو این به اصطلاح 3 کیلومتری که اینجا هشدار به ما داده طوری برونیم که طوری باشه اگر یه موقع حیوان وحشی تو جاده دیدیم بتونیم کنترل بکنیم و حواسمون هم به اطراف جاده باشه ببینیم حیوان پیبون چیزی نیاد خب گزینه بهم درست گزینه 3 میگه ابلندن اون برمزن ون ویل این زیشت کم میگه ابلندن اگه نورمون بالا به پایین تغییر شده اون برمزن و ترمز کنیم ون وقتی که ویل یه حیوان وحشی این زیشت کم در دیدمون اومد خب این هم داره درست میگه دیگه. یعنی چی یعنی اگه یه حیوانی رو دیدی تو خیابون اگر نورتون بالای نورتون بکنید پایین و ترمز هم بکنید دیگه خب چرا چون نور بالا میخوره به چش حیوان گفتیم حیوان کور میشه و همونجا توی به اصطلاح جاده میمونه خب دیگه جایی رو نمیبینه همونجا تو جاده میمونه خب اینم داره درست میگه آفلوزون همونجا گفتیم هر و سه گزینه درسته امتیاز سه امتیازی وایت سوال 4 Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrsschild einstellen? Mir, worauf müssen Sie sich einstellen? تنظیم bei diesem in راهنمایی و رانندگی. خب این گفتیم مسلل که دورش قرمز یعنی چی؟ یعنی خطر یا احتیاط. توش چیه؟ توش میگه زایتن ویند داریم. یعنی چی؟ یعنی باد جانبی اینجا داریم. حالا ممکنه از سمت راست به بوازه به یا از چپ به راست. درسته؟ خب گزینه ها میگه آفلوگ به تریپ. فلوگ به تریب میشه ترافیک هوایی. میگه این تابلو به ترافیک هوایی داره اشاره میکنه گفتیم نه دیگه این داره به زایتن ویند یا باد جانبی اشاره میکنه گزینه ب میگه اوف زایتن ویند زایتن ویند گفتیم که باد جانبی خب این گزینه داره درست میگه گزینه س هم میگه اوف گیگن لینکن گیگن لینکن یعنی در جهت مخالف فرمون دادن دیگه خب این هم داره درست میگه اینجا گزینه ب و فقط درسته اوف لوزون گفتیم ب و س درسته امتیاز سوال سه سوال 5 واقع موسن زیزیش باید دیزن فکری سازش اینستلر میگه واقع موسن زیزیش اینستلر رو چی و خودتون تعیین کنید باید دیزم فکری با این تابلو راهنواهی رانی خب تو سوال قبلی هم همینو داشتیم دی. گفتیم این تابلوی اعلانات چیه زایتن ویند یا باد جانبه حالا ممکنه از چپ برات یا راست به چپ و این ماشین ما رو تا میده و باید اینجا ها می دیگه دیگه آن پاسون. یعنی چی آن پاسون. یعنی به کنترل بکنیم اوف نوت ون دیگه یعنی در شرایط استراری یعنی سرعت اون رو مچ بکنیم حالا ممکنه مثلا اونجا شرایط طوری باشه که داریم مثلا 130 تا میریم بعد یهو باد جانبی هست و ما به اصطلاح احساس میکنیم ماشینمون تحت این باد جانبی قرار گرفته و بعد سرعت اون رو بیاریم تر سرعت اون مچ بکنیم خب این داره درست میگه گزینه ب میگه اوف اند درتز فار فالتن میگه اوف اند درتز فار فالتن. به رفتار رانندگی تغییر رفتار رانندگی از ماشین و اینم داره درست میگه دیگه گفتیم که وقتی که ماشینتون تحت تاثیر باد جانبی قرار بگیره خب این توی وسلا رانندگی شما تاثیر میذاره دیگه شما اینو حس میکنید. گزینه ب داره اینو میگه که درسته. گزینه س میگه اوف نوتوندیگس gegenlenken میگه اف نوت ونگ، ونگز، یعنی وقتی که مجبور باشید مرزوم شده باشه گیگن لنکن یعنی چی در جهت مخالف فرمون بدید داره درست میگه دیگه گفتیم باده جانبی به وزه شما باید در جهت مخالف اون فرمون بدید تا این بشکنه و این تاثیرش رو کم بکنه که گزینه سه داره اینو میگه درسته آف لازم همونجا گفتیم هر سه درست درسته امتیاز سوال سه وایتا سوال شیش سوال آخر این قسمت ومیت زورتن زی بای دیزن ساشن غشنه میگه ومیت زورتن زی غشنه بعد روشی حساب بکنید بای دیزن فکر با این تابلو راهنمایی رانندگی خب این تابلو گفتیم مثلثه که دورش قرمز یعنی خطر یا احتیاط توش نوشته که این ماشینای بزرگ مثل کامیون اتوبوس و اینا این درختها خیلی نزدیک جادن درسته اینا ممکنه که اون قسمت بارشون یا آینه هاشو به این درختها گیر بکنه و باید باشه این تابلو به این داره اشاره میکنه گزینه آ میگه میف ف دیلیش ن لینکس به اون ماشینهایی که بهصللا جلوی ما هستند دی اونها به سمت بهصل چپ منحر میشه این داره درست میگه ببینید مثلا اتوبوس یا کامیون داره میره اون درخته که خیلی نزدیک باشه مجبور بگیره یه خورده سمت چشب یعنی تو اون لاین که ماشین روبه رو میان یه کوچولو باید بگیره که این صللا بتون رد بکن و درخته به قسمت بارش آیناش. گیر نکنه بس ما باید روی این حساب بکنیم که این اتفاق ممکنه بیفته گزینه ها داره اینو میگه که درسته گزینه ب میگه میت فوراوس فارندن دی پلوتسیش میگه میت فوراوس فارندن به اون ماشینه که جلوی ما اونها پلوتسیش ناگهان برمزن ترمز میگه اینم داره درست میگه ممکنه که مثلا اون کامیون یا اتوبوس یه چیزی جلو ما باشه که به اصطلاح نتونه بگیره سمت چپ تا این درخت رو رد بکنه درسته چون ماشین چیزی از روبرو داریم میاد و مجبورش اونجا به اصطلاح ترمز بکنه یا ایست کامل بکنه تا بتونه یه فرصتی باشه بگیره سمت چپش و این درخت رو رد بکنه این هم ما بر روش حساب بکنیم که گزینه ب داره درست میگه گزینه س میگه مید اسن دی اوف لیگ اسن گفتیم همون شاخ و برگ درختای دیگه درسته میگه اونهایی که اوف لیگ ممکنه این شاخ و برگ درخت ها. یعنی ماشین کامیون چیزی رد شده این شاخ و برگ درخته رو مثلا شیکونده اینها ریخته شده باشه به اصطلاح توی جاده روی اینم ما باید حساب بکنیم داره درست میگه اوف لوزون همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز سه امتیازی خب قسمت بعدی فور شریف wählen, üben. سوال میگه زی آفدیز آف آتوان وی فراتین زیزیش زیش میگه شما دارید توی این اوتوبانه میرونید باید چجوری اینجا درست رفتار بکن میبینید تو اتوبان با اشتله هستش یعنی اتوبان رو تنگ کردن خب گزینه آن میگه ایش وکسل آف دن غشتن فشقا میگه من تقریم میدم به لاین دست راستی خب داره درست میگه دیگه توی همچین موقعیتی سعی بکنی بیا دست راست که یه موقعی رتونگز نی، ماشین پلیسی آمبولانسی چیزی خاص رد بشه بتونه رد بشه گزینه ب میگه ایش دن لینکن فرشت نور این فال این پانه میگه ایش بفاق من میرونم دن لینکن فرشت لینکن فرشت همون سمت چپه که مسدود شده میبینید نور فقط این فال این وقتی که مثلا من یه خرابی چیزی داشته باشم نه دیگه اگه ماشین تا خراب باشه شما حق نده تو اون لاین برید و برونید گزینه به داره غلط میگه گزینه سه میگه آف ماینم سیگن میگه من توی این خطی که دارم میرونم میمونم نه دیگه گفتیم بعد بیاید دست راست که خط چپ رو خالی بذارید برای آمبولانس آتش نشانی پلیس چیزی اگه خواست رد بشه گزینه سه هم داره غلط میگه آفلوجون همونجور گفتیم فقط رو درسته سوال سمتیازی امتیازی واس موسن زی بای دیزن فکر سایشن می باید به میگه واس موسن زی چی به بعد به چه چیزی توجه بکنی بای دیزن فکر با این تابلو راهنمایی رانندگی خب این تابلو اشاره به این داره که اینجا به جاده جاده ممکنه برفی چیزی اومده باشه و باید از اینجا به بعد به زنجیره چرخ استفاده بکنید خب گزینه آ میگه کتن فرد گه هاون فور میگه کتن فرد یعنی اون ماشینایی که زنجیر چرخ دارن هاون فور حق تقدم دارن خب داره کاملا چرت میگه دیگه اصلا رفتی به موضوع نداره گزینه ب میگه شنی کتن به نوتس میگه شنی یعنی زنجیر چرخ استفاده کنید داره درست میگه وقتی که این تابلو رو میبینید یعنی چی یعنی بعد اینجا زنجیر چرخ استفاده بکنید داره درست میگه گزینه میگه سولسی هوکس گشوندی کا فونسیش کایم ها میگه این سرعت مجاز میشه 50 کیلو در ساعت اینم داره درست میگه تو سالهای قبلی داشتیم وقتی که زنجیر شخ استفاده می‌کنید ماکسیمم سرعت مجازتون 50 کیلومتر افلوزون همونجوری گفتیم به اوسه درست امتیاز سوال دو امتیازی وایتا به چه فکه سشن به سیت زیش اف دی سولسی گزام ماسه میگه وشس فکه سشن کدوم یکی از این تابلوهای راهنمای رانندگی به سیت زیش نشون میده به دی... این به اصطلاح وزن اجازه داده شده خب تابلوی یک داره به این اشاره میکنه که وزن پنجونیم تون به بالا ورودش ممنوعه درسته این به وزن اجازه داده شده ربطی نداره ولی تابلو شماره دو داره میگه وزن اجازه داده شده بیشتر از هفت نیم تون ممنوعه درسته خب سوالم داره از ما میپرسه این کدوم به وزن اجازه داده شده اشاره میکنه که تابلو شماره دو گفتیم ارزم به تو توی سوالای اینجوری هم مثل سوال عددی دیگه بعد همینجوری حفظش بکنید و یاد بگیرید اوفلوزون همونجا گفتین دو درسته امتی سوال دو امتیازی وایت هم ویش از فکیس سایشن به سیت سیش اوف دی تاتزیشیش فکیس کدوم یکی از این تابلو راهنمایی به زیش نشون میده auf die tatsächliche masse beispiel be salah وزن حقیقی تابلوی شماره یک به وزن حقیقی اشاره داره وزن حقیقی به بیشتر از پنجانیم تون ورود ممنوعه براش تابلوی شماره دو کلیه دیگه میگه به ورود ممنوعه برای کامیونا خب بس این سوال داره میگه وزن حقیقی کدومه تابلو شماره یک میشه همونجور گفتیم یک درسته گفتیم دیگه سوالای اینجوری هم ساله عددی بعد همینجوری حفظش بکنید فا رو ایست بهفا einer ضه به شیل در فبوت میگه فیوهشفااررس رو که برای کدوم ماشینا ای بفاغن این عبور کردن 1 ضه به شیل دتنخصاص به این خیابون که با این صلاب تصویر کشیده شده فبوت ممنوع یعنی این تابلو مربوط به کدوم ماشیناس که ورودشون به این خیابون ممنوعه ببینید این تابلو برای ماشین سنگینه خب ماشینا مثل کامیون اتوبوس این داستانه خوب. که نشون میده که توی به اکسلشون یا عکسشون به آلمانی یعنی اون اکسل اون به شاسی ماشین رو میگم میگه توی شاسی ماشینشون دو تن یعنی بیشتر از دو تن وزنش باشه ورود ممنوع این توی کارت ماشینشون نوشته متوجه هستی توی کارت ماشین و اونا باید به این موضوع توجه بکنن خب گزینه آ میگه 2 نیست میگه فی فرض برای ماشینا که دقیق اصول است که گزان باشه این وزن اجازه داده شده دو تن نیست او واش که بیشتر از دوتون تن تجاوز نکنه نه دیگه این به اصطلاح به وزن اجازه داده شده اشاره نمیکنه به اون وزن عکس در اج... اشاره میکنه یعنی وزن روی عکسلشون روی شاستیشون خب گزینه ب میگه تاتلش لیشه اکسل اس 2 تن او میگه تاتزش لیشه یعنی این حد تعامل اکسلشون رو شاسی ماشینشون بیشتر از تحمل حقیقیشون میبینید تا زشتش نوشته حقیقیشون سوهای تون دو تون او تجاوز مورد ورود ممنوع این داره درست می این به وزن حقیقی دو تون روی اکسلشون یا شاسی ماشینشون اشاره میکنه که اگر از اون تجاوز بکنه ورود ممنوعه گذنی چه میگه سولسی که اکسل از سوهای او سولسی که اکسل از این غلطه یعنی وزن اجازه داده شده روی حد تحمل اکسلشون بیشتر از دوتون باشه تجاوز بکنه بیشتر از دوتون ورود معمولای نه این به تازلش نیشل اکسل که گزینه ب داره میگه خب گفتیم ساله اینجوری رو باید حفظ بکنید چون این تابلو مربوط به ماشین سنگینه خب و اینو باید همینجوری یاد بگیرید دیگه آفلوزون همونجور گفتیم به درسته امتیاز و دو انتزی وایت وقعا ویست دیزز فکس هین میگه وقعا ویست به چه چیزی به سلاح اشاره میکنه دیزز فکر سایشین تابلو راهنمایی و رانندگی خب این تابلو داره اشاره میکنه که پهنای ماشین خب اینجا پهنای ماشین اگر بیشتر از دو متر باشه ورود ممنوعه میبینید دو تا فلش کنارا کشیده یعنی این پهنای ماشین یعنی ارز ماشین رو داره نشون میده و دو هم روش نوشته دو متر، و دا دایره ای که دورش قرمز رنگی هم گفتیم به معنای ورود ممنوع دیگه حالا ورود ممنوع توش چی نوشته نوشته پهنای ماشین یا عرض ماشین بیشتر از دو متر باشه اینجا ورود ممنوع گیر میکنه خب گزینه ها میگه آف این فاربان فون توای میتر به میگه به یک خیابونی که به صلاح پهناش دو متر نه دیگه این خیابونه پهناش دو متر نیست این داره میگه که به صلاح داره به این اشاره میکنه که ماشینایی که پهناشون عرضشون بیشتر از دو متره اجازه ورود به این خیابونه رو نداره نه اینکه به صلاح خیابونه ارزش دو متره خب گزینه گزینه به میگه 2 متر میگه به یک فاصله جانبی قانون شده از میندستن حداقل دو متر سو anderen به دیگه نه دیگه این تابلو به این اشاره نمیکنه که شما یه فاصله جانبی حداقل 2 متری با ماشین دیگه به اصطلاح رعایت بکنید که داره کاملاً چت میگه گودینسه میگه اوف این فبوت فر فرس روگه درن برائته einschließlich لادن 2 متر überschreiten wir auf ein febo bei jegy ورود ممنویی فی برای ماشینایی که اونهایی که به غایت پهناشون einschließlich به اصطلاح با لادن با بارشون 2 متر اوش غایت به از دومه تجاوز میکنه این داره درست میگه به این داره اشاره میکنه ماشین ها حالا بار هم حتی داشته باشن از دومت پهناشون ارزششون تجاوز بکنه ورود براشون ممنوعه خب گزینه سه درسته آفلوزو همونجا گفتیم سه فقط درسته امتیاز سوال دو امتیازی وایتا دوشور شه با کنن میس اختون دیزیز اون فیل میگه دوشور شه فارت از طریق چه ماشینایی کنن میتونه و میس اختون میس اختون یعنی چی یعنی بی توجهی بکنن خب یعنی نباش نباشه توجه نکنن به این تابلوه دیز از فکس با این تابلو را نورانی شوق اون فله یه تصادفات خیلی سخت انشتین به وجود میاد خب این داره اشاره به این میکنه که اینجا ارتفاعی که ارتفاع به بیشتر از 3.8 متر بیشتر ورود ممنوع گفتیم تابلوی دایرشی که درش قرمز یعنی ورود ممنوع حالا توش چی نوشته نوشته 3.8 متر یعنی چی یعنی ماشینایی که ارتفاعشون بیشتر از 3.8 باشه اینجا ورود بهشون ممنوع خب این یعنی 3.8 یا اتوبوس یا کامیون دیگه درسته ماشین سواری هم ارتفاعی نمیتونه داشته باشه خب میگه ورود برای اینها ممنوع خب میگه حالا این چه ماشین های اگر این بی توجه کنن این تفاوت سقف وجونه خب برای همین دیگه این, این اندازه رو به الان توی گزینه ها به ما بده میگه دوش فرض شوگه مید فورگندن ابمسون اب einschließlich لادون یه دوش فر از طریق ماشینای مید با این ابمسون با این اندازه‌های einschließlich که با, با لادون با بارشون مثلا لنگ فیه لنگ یعنی طولشون چار به قائت 2.5 متر یعنی عرضشون 2.5 متر که ارتفاعشون 2.5 نه دیگه ارتفاع باید چار باشه یعنی, چی؟ یعنی فقط ب داره میگه شما فقط اینجا نکته طلایی اینه که شما به ارتفاع کار داری یعنی هوه هوه یعنی ارتفاع فقط نگاه بکنید گزینه آ داره میگه هوه دو نیم متر که غلط گزینه ب داره میگه هوه فی میته که درسته و گزینه س میگه هوه درای میته که غلط دیگه شما به اینجا فقط به ارتفاع کار دارید دارم تکرار میکنم لغت تلاییش هوه خب گزینه ب میگه هوه فی میته یعنی ارتفاع 4 متر باشه دیگه به لنگه و لنگه و نمیدونم به و این چیزا کاری نداشت فقط توی گزینه ها رو نگاه بکنید اونی که به صلاح از این عدده 8 بیشتر بود این به صلاح گذینه ای که باعث تصادفات خیلی سختی میشه دیگه اونجا گیر میکنه خب که فقط گزینه ب داره میگه آفلو جون همونجا گفتیم ب دور سه امتیاز سه امتیازی وایتا میت وشن فاست وگن دوفن سی اینه زو گکن سایشن میگه میت وشن فاست وگن با چه ماشین هایی دوفن سی نیشت بفاره شما اجازه ندارید که به صلاح عبور بکنید این زوگ یکن سایستنت استراسه از این خیابونی که با این تابلو مشخص شد یعنی, یعنی توی خیابونی این تابلو سرشه حالا این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه که شما به اصطلاح اجازه ندید که واردش بشید این تابلو گفتیم دایره که دورش قرمز یعنی ورود ممنوع حالا توش چی نوشته توش نوشته که به اصطلاح ماشینایی که طولشون میبینید فلش زده طولشون بیشتر از 10 متر باشه ورود ممنوع یعنی اینا اجازه ندارن وارد این خیابونه بشن خب اینجا فرقی نمیکنه که مثلا کامیون باشه یا مثلا ماشین سواری باشه حواستون باشه اینجا به طول داره اشاره میکنه گزینه ها میگه پیکاوی میدمون آن هنگه گزام لنگه دسویز اف میتم میگه پیکاوی میدمون آن هنگه میگه ماشین سواری که به یه خونه تور بهشون وصله دیدید دیدی اون خونه که بهشون وصله گزام لنگه این طولشون بیشتر از به اصطلاح 11 متره خب ببینید لغت طلاییش گفتیم اینجا لنگه است دیگه بعد به این توجه بکنید لنگه اگر بیشتر از این 10 متر نوشته باشه این ورود ممنوع براش اینجا 11 متره پس ورود ممنوعه دیگه درسته خب گزینه آ درست گزینه ب میگه تراکتور میت آنهنگر گزامت لنگه دز سو 12 میگه تراکتور آن آنهنگر یعنی چی یعنی تراکتور با به اصطلاح اون باربر پشتش گزام لنگ طولشون 12 متره خب گفتیم دیگه لغت طلایی گفتیم لنگه باید دقت بکنید اینجا 10 متر گفتیم این 12 متره پس ورود برای این هم ممنوعه گزین هم درست گزینه سه میگه ای کاوی میت اینا لنگ فون 9 متر انشلیسلیش لادو میگه ای یعنی ماشین سنگینی میت اینا لنگ با یک طولی از 9 متر خب متر از 10 متر کمتره دیگه بس... گفتیم که به لغت طلایی لنگه توجه کن اینجا 9 متر این ورود ممنون نیست براش میتونه بره انش لیستش لادون یعنی با بارش خب گزینه سه گزینه نیست که تیک بزنیم اوفلوزون خب همونجوری گفتیم او به درسه امتیاز و دو امتیاز زید. خب دوستان خوبم این ویدیو هم اینجا تموم شد امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین تو ویدیوی بعدی قسمت ریش سایشن که 13 تا سوال داره و قسمت بعدیش فکیز آیرش که یه دونه سوال داره تو قسمت بعدی این دو قسمت یا 14 تا سوال رو بررسی میکنیم تا ویدیوی بعد شما رو به دسته خدا میسپارم خدا یار و نگهدارتون